since I was here for the General Assembly. محمد موسا شفیق نخست وزیر وقت افغانستان، سیاستمدار عملگرایی که کارنامه درخشانی در تاریخ خونبار کشور دارد. او در کنار استادگی در برابر تندروی مذهبی در تدوین قوانین مهم افغانستان از جمله قانون اساسی، قانون مدنی و قانون جزا نقش اساسی داشته است. 50 سال قبل از امروز اینجا در سفر در نیویورک بر نوین‌سازی قوانین در افغانستان تاکید دارد. ریهای نظام حقوقی افغانستان از 4 دیواری سنت‌گرایی و باورهای قبیله‌ای و حرکت به سوی ارزش‌های نوین بخشی از گفته‌های موسی شفیق در این سفر است. در جایی که قوانین در افغانستان از سنت‌ها و باورهای دینی مردم فرا نرفته و در خیلی موارد از جمله مبارزه با جرایم و مواد مخدر روشنی خاصی وجود ندارد، بنابراین باید اصلاحات جدی و نوین در نظام حقوقی افغانستان به میان آید. محمد موسی شفیق فرزند مولای محمد ابراهیم کاموی در سال 1932 میلادی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار زاده شد. بعد از ختم تحصیلات نیمه عالی در کابل، راهی دانشگاه الازهر مصر و در رشته حقوق سند مستری گرفت. سند دومش را از دانشگاه کلمبیای امریکا گرفته است. در سالهای 1350 تا 1351 وزیر امور خارجه افغانستان بود و سپس مدتی به عنوان نخست وزیر در دهه دموکراسی در زمان حکومت ظاهرشاه کار کرد. یکی از اقدامات شفیق در زمان نخست وزیری بستن پیمان سند تقسیم حقابه رود هلمند با امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران بود. بعد از کودتای کمونیستی در سال 1978 دستگیر و در سال 1979 در زندان پلچرخی تیرباران شد. موسی شفیق یکی از مفاخر افغانستان است. ما در چند سده گذشته تعداد انگشت شمار مثل موسی شفیق داریم. او در یک خانواده روشنفکر متولد شد در افغانستان. از اون ابتدا در تعلیم و تربیت از کوشش شد و بعد از اینکه درس در مکتب تمام کرد به الازهر مصر رفت، در اونجا درس خواند و بعد که به افغانستان آمد در وزارت عدلیه شروع به کار کرد و از ابتدایی ترین چوکی ها آیست آیست سعود کرد و بلندترین مقامایی که تا به حال نام از او ماندگار ساخته بود. اما اکنون که طالبان بار دیگر بر اریکه قدرت در افغانستان تکیه زده، علیه تمام ارزش‌های نوین همچون حقوق بشر، حقوق زنان و حکومتداری نوین شمشیر را از غلاف کشیدند. از دید طالبان، آزادی ادیان و عقاید، برابر جنسیتی، دستیابی دختران به آموزش نوین و مسائل حقوق بشری از ارزش‌های آمریکایی هستند. یه طور خونیست که یک حکومت در تمام افغانستان که 40 میلیون نفوس داره و هیچ کس نه بازدار شوه، نه بندی شوه، نه از ضررش دیگه مردم با امن شوه. میشه حکومت است، بعضی کسا بندی میشه، خلاص میشه. مواد مخدر یکی از مشکلات بود که سرانجام افغانستان را در کام تروریسم، ناامنی و فساد مالی غرق کرد. در 20 سال اخیر طالبان با برقرار روابط با کارتل‌های بزرگ مواد مخدر منطقه و جهان به امپراتوری مالی مواد مخدر دست یافتند. در چند سال گذشته تنها درآمد مالی این گروه از زرق تولید و قاچاق مواد مخدر به 1.5 میلیارد دلار افزایش یافت. We have fears also of this. نگرانی ما این است که ما به عنوان یک عضو جامعه بین المللی اگر جلو کشت، تورید و قاچاق مواد مخدر را نگیریم، ممکن کشورهای زیادی از این پدیده آسیب ببیند. این مسئولیت اخلاقی ماست که در سال روان تلاش کنیم تولید مواد مخدر را کنترل کنیم. اما افغانستان به کمک تخنیکی جهان نیاز دارد. طالبان بعد از رسیدن به قدرت وعده داده بودند که جلو تجارت و قاچاق مواد مخدر را می‌گیرند و افغانستان را به یک کشور عاری از مواد مخدر تبدیل خواهند کرد. اما اکنون دیده می‌شود که این وعده طالبان نیز مانند وعده‌های احترام به حقوق بشر و آزادی بیان بخش از تلاش‌های تازه رهبران جدید طالبان برای نشان دادن چهره میانه‌روتر از خودشان در برابر چشم جهانیان بودند، نه چیزی بیشتری.
حامد حیدری، لندن.